در ادیگه در آخر تیرماه سال 2015 یک پسر 12 ساله ناپدید شد و به جنگل برای جمع‌آوری زنبورو خورفت. در آن وقت برش اول علکی بریده بود. کودک سرگرمی کافتوکو نشیبی را پیخس نکرده به زمین افتاد. به بالا برآمدن غیر امکان بود. مدتی دور و دراز او در میان درختان گشته خود را تشنه و تماماً خسته حس میکرد. دلش سخت میتپید و دست و پایهایش یخ بسته بودند. وی فهمید که او کاملاً گم شده است. ترس و ناامیدی عمیق را فرا گرفت. هر دفعه صدایی را شنیده او از ترس میلرزید و از وهم در سر همه چیزی را تکرار میکرد که برای یافتن راه خانه به او کمک کرده میتوانست. وی تمام حکایه های نقل کرده پدرش را در باره آدمانی که زمانی در جای گم شده بودند و بعدند راهی نجات را پیدا کرده بودند به یاد می آورد. در سری پسر هر گونه علامت ها و نشانه ها درخشیدند که به او کمک کرده می توانستند. وی صداهای اطراف را خیلی با دقت گوش می کرد و می خواست در بین آنها صدای راهی ماشینگرد یا دریا را بشنود. با امید دیدن سیماهای برق سری درختان را از نظر می گذراند و اینک معجزه صدای جوی روان را شنید و می دانست که جوی حتما به سوی دریا می برد و دریا به سوی مردم. در نهایت این حادثه روی داد. گروهی اختیاریان در ساحل دریا حرکت کرده پسرک را یافتند. او نجات یافت. ما نیز مثل این پسر حالا هم سرگردانیم و منتظر نجات هستیم. اما نشانه های زیادی موجودند که نجات دهنده به زودی برای ما خواهد آمد. کتاب مقدس سنه دقیق آمدن دویوم عیسی را نشان نمی دهد و این فهمو است. در نهایت تصور کردن آسان است. آدمانی که از وقتی بازگشت خداوند آگاه کرده شدند چی گونه زندگی خواهند کرد؟ اگر معلوم باشد که بازگشت خداوند در کدام سنه تعیین شده است، آنگاه قسم زیادی آدمان می کوشیدند تا با رضایت خود زندگی کنند، گناهکار شوند و نقشه دارند که یک دو سال پیش از بازگشت مسیح توانند توبه کنند. و اگر بازگشت مسیح تا زمانهای دور به نقشه گرفته شده باشد، پس بسیاری ها توبه کردن را تا پیران سالگیشان به تأخیر می گذاشتند. همین طریق در طول بیشتری حیات خود آدمان دیده و دانسته گناه صادر کرده با آن امید می بستند که در آخری عمرشان آمرزیده خواهند شد. از این رو خدا ساعت بازگشت مسیح را از مردم پنهان کرد.